سلام بچه ها، سلام، خوش اومدین. بعد یه تقریبا یه هفته دو هفته آره یکی دو هفته تاخیر افتاده بود تو چالش تابش، دوباره امروز به تابوندن افتادیم. خب امروز قراره که ورزشا سه تا بخش A, B و C، تایمینگمون تایمینگ 30-60-90 که اگر قبلا چالش ها رو انجام داده باشین کاملا باهاش آشنایین، اما توضیح هم میدم. حالا برای بخش اول وسیله‌ای که لازم داریم یک جفت دمبله. آره دمبل متوسط، یک کمی شد از متوسط سنگین تر اگر پیش رفته هستیم. خب 30 ثانیه اولش که های حالت وارم آپ هم داره حرکت برپی رو انجام میدیم که در واقع اگر بخوایم پیش رفتش رو انجام بدیم تمام حرکت پاهاتون به صورت پرشیه، اما اگر بخوایم به صورت مبتدی انجام بدیم گام برمیداریم. بعد اون 30 ثانیه تو قسمت 60 ثانیهش حرکت نی آپ داون هستش که با یک جفت دمبل یا یه دونه دمبل سنگین انجامش میدین، میرین تو پوزیشن اسکوات و یه زانو رو میذارید زمین و اون یکی رو میذارید زمین. تمام مدت باید زانواتون زیر لگنتون باشه، اینجوری خارج نشه و تورم به هم نخوره. بعد اینجا هم اولین پا رو میذارید کامل روی زمینه و پاشنه بیشتر فشار رو وارد میکنید که برگردید تو پوزیشن اسکوات و وایستید. پس بین هر دوتا هم رفت هم برگشت حرکت اسکوات عامله در واقع ترانزیشن و جابجایی شماست از حالت ایستاده به حالت زانو زده. اوکی؟ خب اینو 60 ثانیه انجام میدیم. تو قسمت 90 ثانیه بین دوتا حرکت جابجا میشین که هر دوتاش متمرکز روی سرشونه. اولیش شولدر تپه، خب که تو پوزیشن پلانکه. اگر براتون سخته که این انتقال رو انجام بدین میتونید زانوها رو زمین بذارید، حتی اگر این براتون سخته میتونید از یک لبه استفاده کنید. نه این لبه، لبه مثلا این شکلی و شولدر تپ انجام بدید، دستاتون رو زیرش رو بلند کنید. خب آماده این؟ اگه ساعت دارید بزنید. میریم برای 30 ثانیه برپی. من دمبلام هم بیارم. من خودم از دمبل 15 پوندی استفاده میکنم برای خب آبم در دستتون باشه. سی ثانیه برپی این 10 سکند. این پیش رفتشه. اگر قدم بردارید هم موقع رفت هم موقع برگشت مبتدی. هدفمون وارم آپ و گرم شدن بدنه و بالا بردن یکم ضربان قلب. مرسی. ریلکس. دمبلاتون رو برداریم. یه جفت یا یه دونه تکی اینجا نگه داریم. میرید تو اسکوات. یه زانو. اون یکی. میستیم. مچ پا زیر زانو، به خصوص اینجا زانوتون تو نیاد بیرونم نره. سکوات داون داون اپ اپ اپ. 30 ثانیه دیگه کیپ گوینگ. بدنتون کج نشه. بالا تنه میبینید تو قسمت مرکز بدن قرار میگیره. منظورم چیه؟ اینجوری نمیشین.
همه چی وسطه. Keep going. 4 3 2 Relax. مرسی. خب آماده شیم برای shoulder tap و بعدش هم overhead press. هر کدوم 10 تا. 3 2 1 سعی کنید بدنتون به سمت چپ و راست تاب نخوره. مچ دست زیر سرشونه. شکمت انگیج باشه. یه کوچولو نافتو بده تو که عضلات شکمت اکتیو بشن. باسن نزنه بیرون. بیارش همسط بقیه بدنت. یه خط 45 درجه صاف. You got this. خب بیا بالا. بریم 10 تا ببر بالا سرت. 2 Keep going. 3 45 ثانیه دیگه. 4 کامل باز کن وقتی میبری بالا. 4 5 6 7 Activity completed. مرسی. ریلکس. آب بخور. خب راند اول تموم شد. میریم اینو دو راند دیگه هم انجام میدیم. In 10 seconds. Great. Hands down, legs out. Yola. اینجا تمام قدرت تو برای اینکه پاتو بیاری جلو باید استفاده کنی. اینجا هم کنترل. چون وقتی پا پرت میشه عقب نباید کمرت اینجوری بیاد پایین. بعد بری تو پوزیشن پلانک. خب alright, relax. میریم برای نی آپ داون. اگه این حرکت براتون سخت بود دمبل رو بذار کنار با وزن بدن برو. بریم سکوات. زانو پا پا up, squat, down, squat, up, نفس بده بیرون. فشار رو حبس نکن توی شکم و دیافراگم. 30 ثانیه دیگه. Keep going. Two. Sit.
نافا بده تو. Up two. Up سه. صداشو کم کنم چون بدن گیر میده. آنه نه این چیه؟ تو ویدیو نیفته بنی که بدن داستان میشه. خب راند سوم خیلی چیده حاجی. خب او بیده یه لحظه اجازه بدی بنده یک موزیک مناسب بزنم. شما میگم استراحت کنی. از رو گوشیم باقی این خیلی خب این 10 سکند برپی آرنجتو کامل باز کن. میدونم توی
دوربین نمیفته ولی مهمه. اکثرا این دست رو نصف نیمه باز میکنن. اگر نمیتونی وزنت رو سبک کن. نو چه دو ترکت باشته هم مادر بگریده. بیا پایین. تپ 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 تپ. دو تا سه چهار پنج شیش نو ده. مرسی. خب آه 15 سالی مونده داشتم میگفتم استراحت ها. چیو شکم و سینه‌تونو. اما موقعی که میخواین بیاین از حرکت بیرون به حالت ایستاده وایستین، ایستاده وای نمیستین، اسکوات وای میستین. It's gonna look like this. عقب جلو حرکت توبه. همین میگم حرکت توبه. اینجا ببین چه اتفاقی میافته. باسن عقب بالاست، باسن عقب پایین. گارت. خب این میشه 30 ثانیه. بعد آها وزنه میتونه سنگین تر باشه برای افراد پیشرفته، بات اگر پیشرفته نیستین و کلن این ورزش ها هنوز براتون خیلی سخته دشواری نداره، اصلا ما وزنه سبک بریم. چی کار میکنیم؟ یه دونه سنچ انجام میدید، میذارید زمین، چهار تا های نیز. خب وزنه زین دو تا پاتونه، یه ضرب میره بالا، اینجا که اومدی پایین یکم بیا عقب، یک دو سه چهار میری دوباره اون یکی سمت، اینو تو 60 ثانیه اجرا میدی. بعد میری واسه قسمت 90 ثانیه 10 تا نی تو البو و 10 تا بایسپ کرل. دوباره همون دنبالتو نیاز داری. نی تو البو، نی تو البو، اینو انجام میدیم. بعدش میریم برای جلو بازو. اوکی این 10 سکندز میریم برای حرکت توبه. This is sprawl و squat. 4 3 2 1 hands down legs out توی پوزیشن پلانک. بیا بالا، دست میره بالا، با سر میاد به سمت زمین، با سر میره عقب به سمت بالا، پا میره عقب، پا میاد جلو، توبه عقب جلو عقب جلو عقب جلو. 2 1 ریلکس. خیلی خوب میریم برای سنچ. بریم این یه ضرب میره بالا بذاره زمین. 1 2 3 4 switch down. 1 2 3 4 کمر صاف. 1 2 3 4 1 2 3 4 سی ثانیه دیگه. 1 2 3 4 2 down
یک دو سه چهار. One, two, three, four. You hate me, I know. Relax. نری فوش هر دو سمت رو میخورن. هم کسی که علاقه من به بدنسازی و وزنه دارن، هم کسی که علاقه من به کاردیو. Okay, knee to, sorry, elbow. آقا زانو به elbow, orange. بریم؟ یک دو سه. هر چقدر آروم‌تر اینو بری سخت‌تره. هشت نه ده. پاشو بایستا. ده تا ترایسپ کرد. بایسپ کرد. سه هری پاتر میافتم، دستش شکسته بود، آرنجش برعکس تا میشد. میشه ترایسپ کرل. ناین تن. بیا دوباره پایین. میتونی عقب ترم بری برای بالا اومدن. میبینی این فرق داره بود رانده قبلی. رانده قبلی من اینجا بودن، اما اینجا میرم عقب تر. سخت‌تره؟ بله. مفیدتره؟ not necessarily، فرقی نداره. nine one more ten switch. سه دو چیله. یا باید کلن قطعش کنم یا عوضش کنم. خب استراحت. بعد اونو میریم برای راند دوم. Three.
نمیتونستم بالا سر ببرم. I'm gonna try again. 2, 1 بیا پایین. 1 2 10 seconds. دوباره حرکت توبه راند آخره. بریم. این شیفت باسرتون به سمت زمین اینجا یادتون نره. دوباره میره عقب بالا. عقب میمونه اما فقط شمالی جنوبی. One more and switch.
چهار. هفت. هشت. نو. ده. رست. استراحت. خب. هنوز یازده نشده. خوبه خوبه خوبه. پارت سی رو هم میتونیم بریم. فهمیدن یا نه بهشون میگم یه دونه ددلیف رو یه دونه اسکوات اول مقایسه کنن و با من توضیح بدن که تفاوتش چیه، چون خیلی وقت ماستقه اینها رو میریزن تو هم موقع انجام این دوتا حرکت، یه کمی از اون میرن یه کمی از اون یکی میرن، یه چیز جدید میشه. خب ده تا بعد بنت اوور. اوکی خب بعدی چیزه تو تچ ده تا حرکت شکمش. خب بعد قسمت بالا که دستتون میانی یه پاز میکنی بعد میانی بعدش بنت اوور رو ده تا بوم با دمبل، میتونی جفت دمبل باشه رو انگاری. Get ready in 10 seconds Ladies and gentlemen. سه. خب ببین پا میره عقب باستن بکش به سمت زمین بیا بالا دوباره. Second.
میتونیم برای تو تاچ. 2 1 بیا روی زمین. زانوانی که خم باشه اشکال نداره، فقط با تو تو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خواب بیا بالا، جفتم برو تو بردار، مثل حالت دیدلیفت خم میشی، باسن عقب، دستت بره بغل باسن، نه بغل سینه، انگار آرنج وقتی بالا میاد 90 درجه میشه، تیغه های کتفت به هم نزدیک میشه و دور. 9 10 بیا پایین. 1 2 3 4 5 6 9 10 switch. شاید 45 دقیقه نمیخوام باشه ورزشه یه موسه که لایو یه روز. خب آب بخور، فکر کنم بطری آبمه. جبودم که درش قبلا چوب پنبه نداشت. من استفاده می‌کنم، هیچ جایی همچین قانونی وجود نداره، فردا نرو بگیم.
سرعت رو به اونی نمی کنی. دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه. البته خوبه ها که گیر میدیم به این وضعی، باید بریم و یا نه سوشال میدیا پر از مزخرفات رجوع رژیم و ارزشه به خصوص رژیم. چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. کمر صاف باسن رو بکش عقب. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه نیستی بیا پایین. ده نه هشت هفت شیش چهار سه دو یک و تمام. مرسی بچه ها. بریم برای استرچ. معمولا استرچ رو چالشام نمیذارم اما امروز میذارم چون کار میده. خب بشین رو متتون. میتونی کف پاتو بندی بچسبونی دوباره کاملا بدن صاف باشه. قرار نیست اینجوری بشی صاف. بعد اینکه چقدر پاتو میتونی جمع کنی بستگی به انعطافت داره. اذیت نکن خودتو. زانو بالا پایین میشه. یک دو سه چهار پنج ثابت نگهش دار. حالا تمام بالا تنتو بکش جلو بیار عقب. یک یه مکس میکنی اینجا وقتی به سمت جلو میدی. دو سه چهار پنج. خب یه پا جمع یه پا باز. دست مخالف پایی که کشیده هستش ریچ میکنه به سمت خارج مچ پات. خب شکم و سینه رو سعی کن برسونی به رون پا. خب یه کوچولو اول ضربه بزن خیلی کم برای اینکه این پشت زانوتو میخوام یکمی باز کنیم. بعد نگه دار پایین ولی نفستو بکش. دم با بازدم استرچ رو عمیق‌تر کن. دوباره دم با بازدم برو پایین تر. برگرد بالا تو همین پوزیشن. این پا رو از روی پای کشیده ردش کن و زانوتو بغل کن. داریم کجا رو استرچ میدیم؟ باسن و پشت پا رو. خب
hold it here. عوض کن پا جمع ریچ به سمت مچ پا دوباره یک کوچولو پالس بعد اینکه از پشت زانو تو باز کنی بعد پایین نگه دار نفس با بازدم برو پایین تر هم میخوام آخر لایو بهتون یاد بدم برای شبا به من خیلی کمک میکنه که آروم بشم و یه ویندویی به من میده یه پنجرهی به من میده برای اینکه تو اون آرامش بتونم به خواب برم چون من خودم به شخصه وقتی که خوابم نمیبره به خاطر اینکه نمیتونم اون حالا تنش شلوغی زندگی طول روز رو بتونم بیرون بدنم نگه دارم و برسم به اون آرامشی که درون همه ما هست و به خاطر اینکه این تفکیک رو نمیتونم انجام بدم انگار هنوز کارخونه داره توی دل و روده من کار میکنه و شب نشده که بتونم بخوابم اصلا مدیتیشنم به نظر من برای من تعریفش همیشه این بوده که بتونم جدا کنم اون دنیای آروم درون رو با حالا زندگی که شلوغه و اصلا آروم نیست وقتی نتونی تفکیک رو انجام بدی در واقع آرامش نداری و با اون آرامشی نمیرسی که شب بتونی بخوابی حالا من یه کاری که انجام میدم شب که میخوابم هم تو بالاتنه این رو انجام میدم هم توی پایین تنه اولا باعث میشه که برگردی به بدنت و حواست و افکارت به جای اینکه جاهای دیگه باشه به بدنت توجه کنه و همون در واقع اکنون شروع میکنم تمرکز میکنم که تمام عضلات بالاتنه از انگشتا تا مچ دست تا آرنج تا سرشونه تا گردن تا شکم تا قفسه سینه همه رو منقبض میکنم منقبض بعد ریلیز میکنم خب چند تا نفس عادی دوباره این انقباض رو بالاتن انجام میدم واسه من هم سخته که بتونم تفکیک کنم به نفسم عضلات باسن و پاهام هم منقبض میشه ولی سعی کنید تو پلنتون این باشه که اوکی اول بالاتنه ریلیز بالاتنه منقبض تا جایی که میتونی like really hard و بعدش کاملا ریلیز و چند تا نفس عادی میکشید بعد همین کار رو پایین تنت هم انجام میدید من تجربه که داشتم بعد این تمرین یه سبک یوگا هستش بدنم انقدر اولا هم ذهنم به بدنم برگشته و هم یه جورایی انقدر چون زور زدم خسته شدم و چون قسمت نفست هم حتی حبس میکنی یه کمی اکسیژن رسانی هم کمتر میشه دیگه و حالت خوابالود پیدا میکنی و اون مرحله هستش که به من کمک میکنه که ترانزیشن کنم به استیت خوابیدن و آرامش رو اینا تو مدیتیشن هم میگن که یک کسی که مربیان میگن که همه انسان ها تو درونشون حالا اینو به تعابیر مختلف میگن بعضی بهش میگن گاردن بعضی بهش میگن دنیای آرام بعضی بهش میگن ساحل آرام بعضی بهش چیزای مختلفه شما واسه خودتون به نظرم یه اسمی که حال میکنید باهاش پیدا کنید برای من یه صندلی چوبیه یه نقطه آروم وجود داره تو همه ما ولی ما بهش اکسسمون قطع شده یا مختل شده سخته و نیاز به تمرین داره برای که بتونی به اون اکسس پیدا کنی ولی من هر روز هر شب من که الان اصلا باید این کارو بکنم اگر نه اصلا تمام بالانسم به هم میریزه ولی یکی از راه‌هایی که بهم کمک کرده که بتونم بالانسم از نظر روحی و روانی حفظ کنم اینه که هر شب این کار رو انجام میدم و من حالا بعضی وقتا حتی دو بار در روز صبح که پا میشم و شبا که میخوابم یه روتین در واقع مدیتیشن و ورزش روح دیگه همونجوری که ورزش فیزیکی انقدر مهمه واقعا ورزش روح هم الان برای ما مهمه و راه حلش رو پیدا کنیم ببین مدیتیشن و اینا هستش اما خیلی سخت نگیرید فکر نکنید که مثلا حالا باید حتما بشینید اینجوری اون قوانین در واقع ظاهریش رو چیز کنین من خودم دوباره یه چیزی که جدید کشف کردم توی وان که هستم و حالا
مایه میریزم که کف کنه، شروع میکنم با این کفا بازی کردم، مثلا شکل میسازم، هر چیزی که به شما کمک کنه توی لحظه باشین. چشاتونم باز میکنین، نگاه میکنین. مثلا کسی که حیوان خونگی دارن، همین نوازش کردن اون حیوان خونگیه باعث میشه که تو حس لامست بهت کمک کنه که بیای توی لحظه. و این چیزی که ما کم بریم، ما همش داره افکارمون جای دیگه میره، قربونشم برم جاهای مختلفی هست که بره. برای همین تو محیطتون، توی بدنتون همین انقباضا، من اون کف هموم برای من خیلی یه چیز جذابی بود انجام دادم. بدنتون رو شروع کنین تاچ کردن، مثلا خودتون اینجوری ماساژ بدین جاهایی که میتونید. مثلا من شروع میکنم با انگشتم همجوری توی تمام بدنم رو رفتم و دقت میکنم، مثلا انگشتم وقتی اینجا هستم او حس متفاوتی داد، میام بالاتر او اینجا دوباره. میدونی اینا همه باعث میشه که من ذهنم نره جای دیگه، بیا زمان حال. ببخشید خیلی حرف زدم، مرسی. اینو میذارم روی اینستاگرام و کانال تلگرام و یوتیوب. قربونتون، فعلا. Bye.